دوستان عزیز، با امید سلامتی و بیروزی و پیروزی تا حلول سال نو میلادی 2023 را به شما از قبل تبریک میگم. امیدوار هستم که سال برآورده شدن آرزو باشه، سال پر از خوشی و صفا، سال که به اصلاح طالب ها اصلاح شوه، نصر خر شیطانشان پایین شوه. سال که گذشت سال بسیار جنجالی بود، سال آمدن طالب ها بود، سال وعده شکنی ها بود، سال که قبل از اوج در دعا میگفتند که ما آدم های آل ساله استیم، ما طالب های زمان 96 نیستیم. اما دیده شد که در عمل چیز دیگه بود. میگه در عمل باید عشق ورزیدن، گفتگو را بیا تمام کنیم، عشق را وارد کلام کنیم، تا به هر عابر سلام کنیم و به آن چهره که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. زندگی در کلام و پاسخ اوست، عمر را صرف این بیان کنیم. در عمل باید عشق ورزیدن، گفتگو را بیا تمام کنیم. سلام سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم ایام به کام باشه. درود مهر به گرمای امی آفتاب سوزان که میاله در چشم من میزنن نثار هر کدامتان. البته هفته و بسیار جوان مرد است. میگه خورشید نما بس جهانگیر شوی، صد ساله شوی و بعد از آن پیر شوی. خورشید یا آفتاب بسیار جوان مرد است، یک دفعه که میتابه تمام دنیا را امسان گرم میکنه و هر زمانی هم که قار میشه غروب میکنه دیگه تاریکیش همه جا را فرا میگیره. مثل طالبان است که قربان شوم خدا را یک بام دعا واره این آمد به چی ترتیبه دانا پخ پخ یک جریب آقای متقی اینا پیش و پیروایش از پشتش و بر اینا چی خوش خدمتیه به سیمای پر از نورت اینا جان، به لبهای چو انگورت اینا جان. متقی با تمام پیروانش، متقی با تمام پیروانش، فدای چشم مخمورت اینا جان. این یک کنایه است که برخواسته از حقایق تلخ است که شما چند وقت پیش دیدین که وزیر خارجه پاکستان بدون رعایت حجاب همو بوت کوربلند پوشیده بود، همو عطرش میگه دنیا را دیگه من بطور شور داده بود در سرش هم شال زری. اما آقای متقی و پالوش چند نفر دیگه اتر یک خنده. آقای متقی وقت کجا بود همی شریه لایتان؟ یا یادتان رفته بود که تمثیل میکنین؟ مگه دروغگو حافظه نداره؟ و بر صورت ما می نی ترتیب میایم دیگه اینا مرام بگویی که به پا کردی نظیره این موزه کوربلند را، به تن زدی یک عطر شنل را، به نازم بر کلاه پیک دارد. اینا میاد دردای است که نایه های است که طالبا باید ایره بیاموزند که کارهایی را که در سال 2022 کرد، زندگی مردم خراب کرد، خو مردم خراب شد. در اوایل همه گی خوش بود که قلدر از بین رفت، دز از بین رفت. با گفته بودند که ما طلب علم و معرفت میکنیم. آمدن آقای خلیلزاد هم به کرات و مرات میگفت، خود ایالات متحده امریکا که طالبای عصر نوین هستند، طالبای هستند که اصلاح شدند، مثل تخمای اصلاح شده هستند، طالبای هستند که در عصر گلوبالیزیشن یا جهانی شدن زندگی میکنند، جهان دیده شدند. اون جهان دیده شدند، یک کلپ دیدم که گاز میخوردن، گگ گازو خوب طالب گاز هم میخوری، معیشت هم میکنی، عیش و نوش هم میکنی. و باز از اون طرف رهبرایتان میایه که تمام مکاتب بسته، دخترکار ناامید ساختین. واقعا عزیزا از چی بگویم، از چی بنالم؟ از این به بعد کوشش کنین طالبا که اگر میخواین یک تغییر بیارین، اون پولم به قدر کافی براتان میرسه. در هر کار باید یک انگیزه باشه عزیزا. میگه انگیزه اگر باشد هر سنگ شود سنگر، اندیشه اگر باشد هر خار شود خنجر. کوشش کنین که یک کار با انگیزه، با عشق، با یک علاقه اگر آمدین که حکومت داری کنین، بیاین حکومت داری کنین مطابق شریعه لای اصلی، مطابق به اساسات دین مقدس اسلام که اسلام آخرین دین است، نابترین دین است، کاملترین دین است، خوبترین دین است. اما شما برعکس کارای میکنین که با هر اشتک و نواسا و کواسا و اینا که آدم میبینه میگه اسلام همیست، اگر مسلمانی همیست خب میگه ما مسلمان نیستیم. حتی دیدین که آقای سیدی در یک برنامه بسیار برآشفته شد، گفت اگر اسلام همیست من تازی اسلام تیر حتی دین خود تبدیل میکنم. این حال نمیفهم که آقای سیدی هندو شد، گبر شد، یهود شد. حال دین و اینه یک طرف بانین، دین از سیاست جدا بمانین. دین هر کس با خدایش است. من نمیفهم که چرا خدا را ماندین، گرفتاران ادیان هستین. به قول سیمین بهبهانی میگه شدیم گمراه و سرگردان میان این همه ادیان، میان این تعصب ها، میان جنگ مذهب ها. یکی افکار زردشتی، یکی افکار بودایی، یکی پیغمبرش مانی، یکی دینش مسلمانی، خدا یکی، ولی اما هزاران دین روحانی رها کردیم، خالق را گرفتاران ادیانیم. تعصب چیست در مذهب مگر نه این که انسانیم؟ اگر روحی خدا در ماست، خدا گر مفرد و تنهاست، ستیزت پس برای چیست؟ برای خود پرستی هاست؟ من از گژدم نمی ترسم ولی از نیش می ترسم، از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم. هراس هم جنگ بین شوله و گوگرد و ایزم نیست، من از سوختاندن یا سوزاندن اندیشه در آتش می ترسم.
تنم آزاد اما اعتقادم دست بنیاد است. من از شلاق افکاری تهی برخیش میترسم. ولی یکقدر بنیادگرایی دیگه. به هر حال امیدوار هستم که در سال 2023 یا طالبا خدا اصلاح کنن. فردا روز یکشنبه روز اول ساله. روز اول سال هر کس خوشحال میباشه که خوشی میکنه و مستی میکنه. ما میریم دادخواهی علی طالبا میکنیم. از طالب میخواهیم که سیاستایش تغییر بده. چرا روز اول سال ما رو خراب میکنین؟ دادخواهی ها در هر جای آغاز شده. زنها به طرق مختلف هم دادخواهی میکنن، هم حضوری، هم از طریق آنلاین. در تمام دنیا مردم مثل ایران، مثل که مردم ایران هم صدا شدن، علیتان خیست شرم نیست بابا. من امیدوار هستم که طالبان هم اصلاحات در خود بیارن. میگن مسلمان هستیم، دومین قدرت جهان هستیم، بعد از امریکا دیگه گدایگری را بس کنن. اگه خدا اصلاح میکنن خود به خود دنیا یقینن. میگن که اینا هم از افغانستان هستن، همه که خود شما را به رسمیت میشناسن. بر صورت اولول سال نو عیسوی را از قبل به تک تک شما عزیزا در هر کجای کره خاکی و اوی که زندگی میکنین تبریک میگم. امیدوار هستم که سال برآورده شدن آرزوها و سال پر از صلح و صفا باشه. دوستای عزیز، ما میخوایم که خبرنامه را امروز از امین نزدیک خانه خود خدمت شما تقدیم کنم. اخبار بسیار مایوس کننده است. تمام اخبار متمرکز شده سر چادر زن، بوتکوری بلند زن و عطر زن، حجاب زن. متاسفانه شما دیدین که طالبان اخیراً اعلامیه پخش کردن که مکاتب و مؤسسات خارجی و اینجوا همه بر روی زنا بسته شده و زن دیگه حق نداره به خاطر که بی حجابی کردن. من نمیفهم که حجاب شما چی را میگن. قلبتان با حجاب بسازید. این خونه میشه که برقع را بپوشین، قلبتان کثیف باشه. شما خودتان یک ذره نگه دارین. لاله را گفت دولت زیاد شده، گفت خود را نگه دار. حالا شما هم خود نگاه دارین، خود اصلاح بسازین. دخترکار دلایش شکستان دین، میگه هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا، دوست جدا میشکند. این خونه میشه که برقع را بپوشین، قلبتان کثیف باشه. شما خودتان یک ذره نگه دارین. لاله را گفت دولت زیاد شده، گفت خود را نگه دار. حالا شما هم خود نگاه دارین، خود اصلاح بسازین. یا میگه آن دخترکار دلایش شکستان دین، میگه هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا، دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست. از دوست بپرسید چرا میشکند. آل طالبا شما خود از خود میگین، شما خود خادمای دین رسول الله میگین، شما خود مسلمان میگین، شما خود افغان میگین، شما میگین که ما استقلالیت خود داریم، شما با طالب با پاکستانمون در جنگ هستین، میگین که گرچه که نمک گیرشان هستین، نمک کرامی ها میکنین. میگه نمکدان را تهی کردم، کباب دل نمک نگرفت و چشم شور خود دیدم که دست بی نمک دارم. یا نمک و سوده الماس شبیه ان بم، به غلط گر بخوری جان به سلامت نبری. دیگه شما کار کردین که علم و دانش، علم کشتی کند و جوینده را یابد و آفریننده. شرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است، نه به دیدار و به دینار و به سود و به زیان. از دست خود ماست. میگه دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. پشتیم خرد و دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. از دست خود ماست، از ماست که بر ماست. بناهن شما هم کمک به حال مردم رحم کنین، خدا خدا نسازین. از خداوند طالباین ببینین که نمایندگی خدا را میکنن یا وکالت میکنن. خدا امیال سرتان قار است. بیا یارب تماشا کن که اینا به نام دین چه ها کردند و سر از تنهای مظلومان به نام دین جدا کردند، مکاتب بستند. حالا شما خدا نیستین که دوزخ میره که جنت میره. از جمله رفتگان این راه دراز هیچ کس نیامد که به ما گوید راز. خود اعصاب آدم خراب میشه. اونم خارجی ها میگه که در سال نوی زن چی حال انداختم. شما دیدین که 11 کشور رو همزمان صدا بلند کردن که مخالف ای عمل یا عمل کرده طالب هستند. حتی کشورهای اسلامی، سازمان همکاری های اسلامی، اسلامی و غیر اسلامی به شمول الهزهر که یک دانشگاه دینی است، بهترین دانشمندای علوم دینی از این دانشگاه فارغ شدند. هندو، مسلمان، گبر، علمای دین، هر دین و آیین ای عمل کرده طالبا را یک ظلم در حق زنها و دخترای افغانستان روا داشتند. همچنان سازمان ملل متحد شما دیدین که اخیراً یک اعلامیه صادر کرد و یک اخطار جدی داد. با توجه به اینکه بعضی از دوستان میگه که این اعلامیه جایی را نمیگیره، او از بالا خط است، اما تا جایی که من صحبت با نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل داشتم، اونا گفتن که نه حتما جایی را میگیره. 20 سال امریکا در افغانستان حضور داشت عزیزا، پول مصرف کرد، سربازهایشان تلف شد، هر ران چیزی که خواسته باشین کرد. حتی می دفاتر زنان، من خواهم اینجا شاهد هستم، من اینجا خبرنگار بودم، مزاق نیست.
دفاتر زنان باز شد، مثلا شورای زنان افغان امریکا، دانشگاه امریکا افغانستان که میال فعلا مونه در قطر فعال است. اینجا کمک های خود بردن، پول از امریکا برداشته شد، هر کس به طریقه که میبریم و در افغانستان گلدوزی میکنیم و بر زنان کمک میکنیم و بر مردها کمک میکنیم، همینطور به اصطلاح پول های انگفت در اختیار مردم افغانستان گذاشت. خب اگه یک مقدارش پس برزی آمد از امیگه و قدودش که شما حساب کنید، قطعا ما شما دلسوزی به وطن نکردیم، جیبای خود پر کردیم، خود پر پیمان کردیم که امروز خواهیتان هم کسایی که خود پیمان کردین خواهیتان هم خراب است، چه قپیش وجدانتان کم استین، بر علاوه که پولار دزدیدین به وطن هیچ چیز نکردین. و زمانی هم که امریکا برآمد گفته یک دوست ما گفت، ما به می رهبرا گفتم که خود سر پا استاد کنین که یک وقت امریکا میبره، گفت تا لیدران گفتن که یک قصر مایه گذاری کرده امریکا در این مملکت قطعا نمیبره، چطو افغانستان اعلام میده. هدف خود گفتی آقای کرزایی گفت ما را سیایی پول داد که اینی کار کن، ما کارم بگفتش نکردیم، پولایشام گرفتیم. خب امریکا شاید گرفته باشه، امیال ما بهترین مادن داریم، لیتیم داریم، مادن داریم که جا نداره، امی لیتیم در اینی شیطانکا در اینی که ما شما را میبینیم در اینی خیلی زیاده ای تکنولوژی نو در کلش نمی سنگ ها مادن منرالایی که در افغانستان است حتما و میگیرن، هنوز هم میگیرن و شما اونه دوزا خود جیب خود پر پیمان کرد قلدرا میره، اما و به جان ما که ما استفاده نکردیم. و بالاخره آقای بایدن هم تنه داد که شما نه یک جای میشین، در این خوب اقرار کنیم در یک مظاهره سه تقسیم میشین، ایران ببینین یاد بگیرین یک ذره، قومگرایی، لسان، مذهب، شویه، سنی، پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، که ما و شما یک جای نشیم. گفته پژواک عزیز تا جدا هستیم انگشتان افگاری، ما مشت اگر گردیم از آن دندان ها خواهیم شکست. دیگه به هر صورت آقای فایق هم گفت که اولی که حالا امریکا مشغول مسائل دیگه است، اوکراین یا اوکراین شما ببینین، آمد اون بیلیون ها دلار برد، رئیس جمهور میگن کمدین است یا هر چی که است، با کنگره امریکا اسپیچ خود یا بیانیه سخنرانی خودم داد، با آقای بایدن هم دید، من اونجا بودم، بهترین مهمان نوازی ازش شد، مردم شام دوستش داره. حال مسئله اوکراین که جنگ دو بر قدرت روس و امریکا است، اون مسئله است، مسئله تایوان است، چین است، هزار مسئله گفته آقای بایدن که ما سر دست داریم، این جنگ باید پایان میابد. جنگ افغانستان بر امریکا طولانی ترین جنگ بود عزیزا، در آخر هم هیچ و یا موشیار بودن، ما واره خوبی عقل نبودن. اینا هم گفتن که اگر ادامه بتیم پولا در چای غرم میره، جنگ ادامه پیدا میکنه، این مردم هیچ گاه ملت نمیشه. بیاین که حقایق هم بگویم دیگه، ما چون که طالبا کی هست و چی هست، از کجا آمدن، انس هستن، جنس هستن، رهبرشان هیچ معلوم نیست، ملاحبت هم معلوم نیست، رئیس الوزرا هم یگان به اصطلاح فتوا صادر میکنه، خبرهای بسیار متاثر کننده. و آقای فایق گفت که اول آخو ای اعلامیه ها بالاخره به جای میرسه، مثل که در افغانستان اول توصیه بود، باز اخطار بود، باز منفک بود، حالا اینا میگه به طالبان سازمان ملل توصیه داده، توصیه کرده با زختار و بعد از اون شاید یک عمل کنه که دنیا بخیزه و قوای حافظ سال ملل متحد بره، کلابیا بره، یک گروهی بود در قدیم به نام کلابیا سازمان ملل متحد بود. ناله را هرچند میخواهم پنهانی کنم، سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن. بالاخره فریاد زوجیزان افغانم همه جا را میگیره. و این خبر مهم بود که مصاحبه یک ساعته تقریبا با آقای فایق داشتم که زندانیایی که در پاکستان چه تعداد از زندانیایی داریم که حال صدایش برآمده، به شمول اطفال از برای خدا و مادرایی که در فراق اولاداشون که در زندانای ایران و پاکستان، خدای همسایه‌های نااهل از روی ما بگیره، گرچه میگن از صد خیش یک همسایه پیش، خاک در سر تو همسایه‌های نابکار از کشورهای مثل چین و روسیه و ابرقدرت‌ها در رأس حکومت است. حالا لازم دیدن یا آقای فایق یا کس دیگه، بالاخره طالبا که آقای شاهین گفتن سوائل شاهین یک لونگینه و یک پیرانتمان و یک چپلی ها و اینا رو بر خود درست کرده بود، نتانست آمده. بر صورت هر زمانی که شما اصلاح شوین، هر زمانی که گفته دوست ما کتاب های بغدادی است، کتاب بغدادی یاد میشه و نایم فهم کتاب هایی که در قرن پنجم ششم بود، شما او کتاب ها را یا او کتاب آل میخواین عملی کنین، این بسیار غیر قابل قبول است، مخصوصا برای نسل جوان و نسل نو طالبا. نصاب تعلیمی را تغییر دادین، مدارس هم میگن واس کردن، 21 گروه توریستی فعلا در افغانستان است، خانه های کسایی که در سمت شمال تخار و بدخشان اینجاست، خانه هایشان برامون نفرای خود میتنی، اصلا کارکردهایتان همی است. بالاخره جهان به ستو آمد، گفت ناله را هرچند میخواستم پنهانی کنم، سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن،
بالاخره عزیزای این قصه است دیگه، خود شما میدانین و کارتان. همچنان نگفتن همونه که روز یک شنبه از ساعت 1 تا 3 مقابل قصر سفید یک دادخواهی بسیار عمومی است که تعداد زیادی از وطن‌دارای ما زن و مرد و پیر و جوان حتی اطفال میآیند و دادخواهی میکنن. از مقامات امریکا میخواهند که تا فشار سر طالبان بیارن که سیاستایشان را تغییر بده، گرچه میگه پیش مردم کج مکن گردن که حیرانت کنند، آبرویت برده و بدتر پریشانت کند، سفره دل باز کن هر دم هنگامی سجود، پیش الله کن گدایی تا که سلطانت کند، دسته تمک پیش کسی میکنی دراز، پل بسته ای که میگذری از آبروی خیش، چی بخوایی چی نخوایی قدرت فعلا در دست از امینا است. امینا باعث شد که طالبان قدرت گرفتن، حالی میگه ما خود ما گرفتیم، اگه خودتان گرفتین وقتی که دل مردم به دست نگیری طالبان چطور، وقتی که بیس مردمی یا مشروعیت داخلی را کسب نکنین تا چی وقت دوام خواهد کردین؟ چراغ ظلم روشن تا دم محشر نمیمانه، اگر ما نشبه مانه شب دیگر نمیمانه، عاقبت خاک شود اسن جمال من و تو، خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو، قره امروز به نام من و فردا دیگری، میخورد تیر اجل بر پر و بال من و تو، مال دنیا نشود صد ره مرگ کسی، گیرم که کل جهان باشد از آن من تو. دوستان عزیز، این بود خبرنامه امروز اولول سال نو عیسوی یا میلادی 2023 را به تک تک شما از ته قلب تبریک میگم. امیدوار هستم که سال برآورده شدن آرزوهای تمام انسانهای روی زمین، هم از هندو، مسلمان، گبر، از تمام ادیان باشد. از دیو دت ملولم و انسانم آرزوست، مردم ز گشنگی دو سه تا نانم آرزوست، گلپی و چپس و مایی بریانم آرزوست، دیرست روی دال و کچالو ندیدم، سبزی بر روی سفره اوریانم آرزوست. سال نوتان مبارک، سال خوب، سال پرفیض، سال پربرکت، سال خوشخبر و سال برآورده شدن آرزوها و سال اصلاح شدن طالبان. نظیر عظیم کریمی، انکی میدیا، ایالت زیبای ویرجینیا.